به یک گزارشی رو میگم در رابطه با لو رفتن کربلای چهار که یک مورخ ارشد وزارت دفاع ایالات متحده این صحبت ها رو کردن که عملیات کربلای چهار قرار بود یکی از عملیات های سرنوشت ساز جنگ ایران و عراق باشه که ایران قرار بود این عملیات به فتح بصره انجام بشه و به قولی سرنوشت جنگ رو معین کنه که صدام حسین رو بکشونن پای میز مذاکره و این عملیات از مدتها قبل طراحی شده بود و مجاهدین قبل از آغاز این عملیات خیلی فعال بودن، خیلی سعی کردن بین نیروهای ایرانی نفوذ کنن به طوری که قبل چندین ماه قبل از عملیات یک گروه پیشرفته مجاهدین در هتل پرشین آبادان مستقر بودن که تمام کارهای ایرانیان رو زیر نظر داشتن و گزارشات رو به عراق میدادن. یکی از افراد بسیار با نفوذ مجاهدین با سوء استفاده از اعتماد یک سری از فرماندهان، حالا بماند که حالا شناخته شده هم هستن، حالا سوء استفاده از یک سری از فرماندهان این آدم به بین نیروها نفوذ میکنه و به حدی اعتماد این افراد رو جلب میکنه که ایشون رو به اتاق فرماندهی جایی که نقشه های عملیات ها و خیلی چیزهای دیگه مربوط به عملیات بودن ایشون رو راه میدن بدون اینکه حالا بخوان شکی هم بهش بکنن و این آقا تمام اطلاعات مربوط به اون عملیات رو از خارج میکنه و به عراق میبره. ببخشید علیرضا جان، علیرضا ببخشید من تصویر رو بستم چون احساس کردم یه لحظه نت ضعیفه و بستم، فکر میکنم اصلا بهتر شد صدای شما. بفرمید. خواهش میکنم. عملیات کربلای چهار یک از اعضای مجاهدین خلق به نام عباس داوری، کسی که بیشترین سهم رو یعنی سهم به سزایی داشت در لو دادن این عملیات که این تیمی که در آبادان مستقر بودن و بین فرماندهان نفوذ کردن تیمی بودن که زیر نظر عباس داوری بودن و 27 میلیون دلار بابت لو دادن این عملیات ایشون جایزه گرفتن از صدام. و خود عباس داوری جایزه گرفته یا تیمش؟ نه، خود عباس داوری و تیمش. عجب. عباس داوری و تیمش 27 میلیون دلار اون زمان جایزه گرفتن برای لو دادن عملیات کربلای چهار و در همین هنگام مسعود رجوی به طور مستمر با رئیس سازمان اطلاعات و امنیت صدام ملاقات داشت، اطلاعات سری رو که گروه ایشون جمع‌آوری میکرد به صدام حسین میداد، درخواست پول و امکانات نظامی ازشون میکردن ایشون و عراق هم متقابلا در اختیارشون قرار میداد و این عملیات که خب نمیشه بین آی سرخپور این عملیات بیشتر 70% شاید مجاهدین نقش داشتن که لو رفت، ولی خب آواکسای آمریکا، عربستان و مجاهدین با هم دیگه این عملیات رو لو دادن ولی مجاهدین خلق تاثیر بسزایی داشتن و ایشون عباس داوری هستن. بله، ایشون نام مستعارش هم رحمان هست. رحمان با نام مستعار رحمان از اعضای اولیه مجاهدین خلق بوده و یکی از مسئولین ارتباط با صدام حسین و ایشون طی جلسه‌ای که 18 خرداد 65 توی پایگاه جلالزاده بغداد با نیروی عراقی داشت تمام اطلاعات، تمام آمادگی نیروی نظامی ایران، اینکه ایران از کدوم سمت میخواد حمله کنه، از چه مهماتی داره و خیلی چیزهای دیگر رو ایشون به صدام دادن. اولین اطلاعاتی هم که دادن بهشون که
ایشون خب ایران قرار بود از سمت رودخانه بهمنشیر اروندرود وارد عملیات بشه که 4 تا قرارگاه قرار بودن که این عملیات رو انجام بدن که از طریق جزیره ام الرصاص و بواریان خاک عراق رو وارد خاک عراق بشن که بتونن بصره رو محاصره کنن که عملیات رو بعد از اینکه غواصا و نیروهای اولیه به سمت بصره رفتن، نیروهای پشتیبانی دوم یعنی قرارگاه نو اینها وارد بشن و بتونن بصره رو فتحش کنن که مجاهدین با لو دادن این عملیات در 3 دی 65 در محور ابو خزی به صورت گسترده و نیروهای ایرانی میخواستن مقدمات فتح بصره رو انجام بدن که به قول افسران عراقی که شب کربلای 4 مثل روز روشن شد، غواصان ایرانی که به دل آب زدن دیگه فاجعه شروع شد و این اولین خوشخدمتی نیروهای مجاهدین بود برای عراقی ها که بابتش هم کلی پول گرفتن و کربلای 4 همون عملیاتی بود که همون نیم ساعت اول با شکست مواجه شد. حتی غواصان، ما کتاب نورالدین پسر ایران رو هم اگه بخونید توضیح داده، یکی از بازماندگان هست و توضیح داده، گفتن که نیروهای مجاهدین عراقی ها به ما گفتن نیایید عملیات، ما میدونیم شما از کجا میایید، ما میدونیم شما چه مهماتی دارید، چند نفرید، ما میدونیم هنوز پشت سر. بله رو بیستیم بهشون گفتن، حتی خود جاسوس های مجاهدین در خود ایران بهشون رو بیسیمشون پارازیت مینداختن که نرید به این عملیات، این عملیات رو نرید. و این عملیات های سرخ بود، این که میگن 12,000 کشته هم داد، این هم کلن دروغه، چون اینقدر نیروهای ایرانی بیشمار بودن که 12,000، من فکر میکنم این آمار رو اعلام کردن که فقط قضیه بخوابه، که حالا بعدها یه سری از دوستان اومدن و گفتن این عملیات عملیات فریب بود و عملیات ایزایی بود و اصل کاری کربلای 5 بوده، که اونم حالا بحثش جداست. و این اولین خوشخدمتی بود که بعد از شکست کربلای 4 که یک مهمانی گرفته شد در عراق با حضور صدام حسین از عباس داوری و مسعود رجوی و اعضای مجاهدین، یک مهمانی گرفته شد به میمنت شکست کربلای 4. من وارد صحبت شما بشم چند لحظه، عرض کنم همونطور که آقای رشنو گفتن، دوستان این 4 تا محوری که ایران قرار بود حمله کنن، بچه های قواس ما، من باید بگم این بچه هایی که ما امروز راجبشون داریم صحبت میکنیم، شریفترین، پاکدامنترین، بهترین فرزندان ایران بودن. این بچه هایی که امروز جنازهشون بر میگرده و دستشون رو با سیم خاردار بستن از پشت عراقی ها، از روستاهای ایران می رفتن برای دفاع از ناموس ما، برای دفاع از شرف ما. و لعنت به اون کسی که به شهدای ما توهین می کنن تو این لایو، یعنی آدم هایی که یه سوزن نمی تونن تو دستشون فرو کنن، برای بچه هایی که تو اون سرما با لباس قواسی به آب اروند زدن. آب اروند رو باید ببینید که اصلا آدم جرأت میکنه تو اون آب بره تو حالت عادی، چه برسه به اینکه عراقی ها لوله های ضد هوایی رو تو رو آب گذاشته بودن و با هر گلولش آدم از کمر قطع میشد. این بچه ها پاکترین فرزندان این کشورن و یه عده بی وجود بی وطن امروز به این بچه ها توهین میکنن، یه عده مفخوره سوسیال بگیر در اروپا به فرزندان ایران توهین میکنن که جونشون رو تو 14-15 سالگی برای دفاع از ایران دادن. اما نکته‌ای که باید بگم، من وارد بحث شدم که علیرضا یه نفسی بگیره،
امشب ما در حقیقت از اطلاعات علیرضا استفاده میکنیم در لایو، که واقعا از لحاظ اطلاعات 8 سال جنگ خصوصا برای واحد تکاوران فوق‌العاده است. ایشون عرض کنم که این 4 تا محور بچه های ما به آب میزنن. کاری که عراقی ها میکنن، اولا در تمام این 8 سال جنگ ما تمام سرمایه کشور رو میریزیم در باطلاقی به نام بصره. باطلاقی به نام بصره، من کامنت ها رو ندارم، کامنت ها استوب کرده. برای من خواهش میکنم، نه من باز کردم، برای من نوشه کامنت ها بسته. خب الان بستم، دوباره باز کردم، کامنت ها فریز شده، انقدر لایو رو میزنن مرتب. دوستان برای من خواهش میکنم پیام بدید من ببینم داستان چیه. عرض کنم که ببینید عزیزان، در تمام این 8 سال ما تمام مثلا یه لشکر 100,000 نفری محمد رسول الله تمام امکانات کشور رو جمع کردیم برای فتح بصره. چند بار حمله کردم برای فتح بصره. عراق 5 حلقه دفاعی به دور بصره بسته. ببینید اینا رو، ببینید اینا سنگرهای عراقیه. و بدتر از همه اینجا این دریاچه ماهی و عراقی ها در زیر آب. کنار دریاچه ماهی یه پاسگاه هم هست که باید فتح میشد. اول پاسگاه خودکار رو بگیرید بالا، همون قسمت پایین پاسگاه اینجا بواریان هست. همون نقطه که بیشترین جزیره بواریان که مال چیز بود، کویت بود. پاسگاه دارن بین عراق و کویت. آها، پس اونم هستش. عرض کنم که اینجا که میبینید اگه دقت کنید، عراقی ها سیمخاردارهای زیر آب گذاشته بودن، الکترودهای برق گذاشته بودن که این بچه ها رو برق میگرفت سیمخاردار. و چیزی که گفته نمیشه متاسفانه، سیستم توپخانه هدایت راداری و نکته دیگه پایگاه های پشتیبانی هوایی هلیکوپتر و نیروی هوایی عراق، اصلا رفتن به بصره غیر ممکن بود و در نهایت استفاده از گاز شیمیایی. آقایون الالله میخواستن بصره رو بگیرن. 10 بار حمله کردم به بصره، تمام امکانات کشور، تمام تجهیزات کشور در باطلاقی به نام فتح بصره فرو رفت. مسئله اینه که آقای محسن رضایی در خاطراتش میگه که ما قبل از عملیات غافلگیری دشمن رو، چون اساس عملیات بر این بود که شبانه اینا از آب رد میشن، دشمن رو غافلگیر. میگه ما از اساس غافلگیری دشمن 80% میدونست، ولی وقتی شب عملیات شد غافلگیری دشمن رسید، امکان غافلگیری دشمن رسید به 50%. حالا اینکه اینا چطوری محاسبه کردن، چه حساب کتابی داره، مثل مربی های فوتبال ما بودن میگفتن ما 90% بازی دست ماست، نمیرم همینطوری. مسئله دوم، این موضوع خیلی معروفیه که تا حالا هیچ وقت هم گفته نشده. صادق خرازی تو خاطراتش میگه که ما رفتیم با آقای طاهری پلوی آقای رفسنجانی و گفتیم آقا عملیات لو رفته. آقای رفسنجانی برمیگرده، این خاطرات آقای خرازیه، برمیگرده و میگه که من مقلد امامم و آنچه امام گفته که این عملیات باید بشود باید بشود و عملیات رو انجام میدن. بله، بفهمید رشت. خب این قسمت دخالت مجاهدین در کربلا. مسئله دیگه هم داره؟ بله، مسئله
تلاش خیلی گسترده است. این چیزی نیست که بشه به این راحتی کنارش گذشت. ولی در تکمیل حرف شما من یه موضوعی رو هم بگم که آقای محسن رضایی و صیاد شیرازی که اون موقع یک جلسه ای داشتن، صیاد شیرازی مخالف انجام عملیات بود و ما فیلم اروند رو اگه ببینید، یک نفر که نقش صیاد شیرازی رو بازی میکنه میگه جنگ تاکتیک داره نه استخاره و دعا، که آقای محسن رضایی و آقایون میگن با دعا خیر و برکت و همین حرفای مذهبی ما میریم جلو تا ببینیم چی پیش میاد. ولی آقای صیاد شیرازی گفت نه، جنگ تاکتیک داره که یک درگیری فیزیکی بین ایشون و صیاد شیرازی پیش میاد که آقای محسن رضایی حتی صیاد رو تهدید به مرگ میکنه، میگه اگر این عملیات انجام نشه من تو رو میکشم. که صیاد شیرازی هم میاد و میگه من دخالتی در این عملیات نخواهم کرد، خودتون باید جواب آیت الله خمینی رو بدید. و این عملیات انجام میشه همین کربلا چهار. و این عملیات کربلا چهار که میگن سه روز انجام شد، عملیات کربلا چهار 5 دی 65 شروع شد و به ظهر نکشیده تمام شد. و من یه نکته هم بگم، بعد از اینکه عملیات شکست خورد و جشن و سرور گرفته شد در عراق در سازمان مجاهدین خلق، اون موقع یک سخنی داشتن که گفتن گل گرفتن تنور جنگ، یعنی آتش پیشروی ایرانی ها رو مثلا جلو پیشروی ایرانی ها دیگه بسته شد. و تا یه مدت که اصلا و بعدش هم خب یک سری اتفاقات برای غواصان افتاد. حالا نمیدونم اینجا جاش هست که بگم یا نه، یا فقط در مورد مجاهدین باشه. نه غواصان خب بفرمایید. کربلا چهار خیلی بگم که علاقه دارم بدون. بله بفرمایید قربان، چرا که نه. بله، روزی که غواصان به آب زدن در همون منطقه‌ای که خودتون نشون دادید، عراق با هر چیزی که دم دستش بود، کالیبر 50، ضد هوایی و هر چیزی، هر سلاحی که داشت نیروها رو میزد. که بعدها بعد از اینکه غواصانی که قصد داشتن به بله همین نقطه همین که قصد عقب نشینی داشتن، یک سری ها که نزدیک 175 نفرشون اینها دستگیر میشن و جدا از 175 نفر خیلی از سربازان هم دستگیر شدن که در همین نقاط اینا تیر خلاص بهشون زده شد یا دست بسته توی آب غرق شدن زنده زنده کشته شدن. خب عراق کینه زیادی از غواصان داشت، توی عملیات‌های قبلی غواصان نقش بسیار پررنگی داشتن و برای همین برای غواصان مجازات‌های سختی در نظر گرفته بود. که ما الان میرسیم به 175 غواص که من حالا به یک سری آشنامی اشاراتی میکنم. عراق بعد از اینکه غواصای ایرانی رو دستگیر کرد، یک سریاشون رو به ردیف کنار هم گذاشت که با تانک از روی اینا رد شد. الان هم اگه فیلم های تفحص رو ببینید، یه سری ها هستن غواصا که کامل صاف شدن و کاملا معلومه که اینا له شدن زیر شنی تانک، یا یک سری ها بودن که اینا رو زخمی میکردن، آهک مینداختن رو بدنشون، زج کششون میکردن و هر نه، یعنی مرگ تدریجی برای غواصا به وجود آوردن. که بعدش هم میرسیم به غواصا همین 175 تا غواص ایرانی که اینها رو زنده زنده دست بسته اینها رو دفنشون کردن و اینها رو خیلی خیلی مجاهدین که جدا شدن همشون در کمال وقاحت توی سایتاشون همه جا اعلام کردن که ما اون شب اونجا بودیم، چیکار کردیم، چیکار. حتی روی جنازه غواصای ایرانی جشن و سرور گرفته بودن. خیلی هم بهشون پیشنهاد دادن که با عراق همکاری کنید، هر کشوری که بخواید میرید، یا اگر هم در ارتش عراق بجنگید بالاترین درجه نظامی بهتون تعلق میگیره. رنج سنی غواصانی که توی کربلا چهار زنده زنده دفن شدن زیر شنی تانک له شدن، اینها رنج سنیشون، پیرترینشون 25 سالش بود.
جوانترینشون مسعود نوشاد 15 سالش بود از مشهد، که اینها رو در همین منطقه که شما دارید نشون میدید، اینها رو همینجا زنده زنده دفنش میکردن. فیلم اروند رو ببینید، درباره همینا توضیح داد. به خاطر حماقت یک عده، متاسفانه بهترین جوانان ما از بین رفتن. و حالا بگذاریم، حالا اونم کربلای چهارم، حالا بعدا اگه شد ما حالا عمری بود صحبت میکنیم. ولی الان میخوام من درباره همکاری مجاهدین خلق با عراق، یعنی تا قبل از 65، یه سری اشاراتی بکنم که مجاهدین خلق در سمت کردستان، در جبهه کردستان، اینها بسیار شنود میکردن و اکثرا هم سعی داشتن در لباس سربازان ایرانی. مثلا من یه نمونه بگم براتون. خب در ارتش اون زمان ایران، اصلا در بین سربازان، هر کسی میخواست، حالا دوستان بیشتر آشنایی دارن، تو خیلی جاسوسی زیاد بود، هر کسی میخواست غذا بگیره، اینا یه رمز ثابت داشتن، اینا یه رمز ثابت، یه کد ثابتی داشتن که باید میگفتن غذا رو تحویل میگرفتن. و یکی از مجاهدین با لباس سربازان ایرانی نفوذ میکنه، آقای صبحپور. این آقا طی یک هفته فقط میومد از ایرانی ها غذا میبرد و میرفته، نهار و شام و همه چیزو میومد تو پادگان میبرد. در مقابل هم زیر نظرشون داشتن که داشتن جاسوسی میکردن، اطلاعاتو میدادن به عراقی ها. آخر سر که اسم که مشکوک شدن بهش، یکی از سربازان ازش پرسید، و تازه اومده به این گردان که طرف اونجا دیگه بعد یک هفته دیگه این آقا لو میره که ایشون جاسوس بوده بینشون، که نه کدی میدونسته نه چیزی میدونسته، یعنی خودشو به لالی زده بود که من لالم، یه سرباز لالم. و گیره شد، می اومد از ایرانی ها می گرفت، اطلاعات هم می داد. ولی نشریه مجاهدین شماره 152-29-262 خودش اعتراف کرده، نشریه مجاهدین، که جاسوسی برای عراق فریدون برمزیاری یکی از همافرانی بوده که باشون همکاری داشته، که گفتن هدف ما مجاهدین این بوده که بنی صدر رو جذبش کنیم، بتونیم بنی صدر رو بیاریم سمت خودمون، که با همدیگه به قولی بتونیم ایران رو فلجش کنیم. که طی جلسه‌ای که بنی صدر رو طارق عزیز، دست راست صدام حسین و مسعود رجوی داشتن، بنی صدر به مسعود رجوی گفت عراق، تا اون زمان مسعود رجوی زیاد علاقه به حضور در عراق نداشت، ولی یک سری از نیروهاش بودن. مسعود رجوی به بنی صدر گفت طارق عزیز اومده، من چیکار کنم؟ بنی صدر بهش گفت الان که شما داری میری با طارق عزیز صحبت کنی، طارق عزیز الان والریان امپراتور رومه، تو در لباس شاپور برو، اون متجاوزه، تو یه ایرانی هستی، برو باش برخورد کن و اعلام همبستگی کن با ملت ایران. که مسعود رجوی قول داد، گفت باشه، من حالا من میرم و صحبت میکنم و عراق رو هم محکوم میکنم. که بعد از 2 ساعت جلسه مسعود رجوی با خوشحالی اومد و گفت ما به عراق میریم و طارق عزیز قول همکاری داده و ما به عراق خواهیم رفت. که بنی صدر و نزدیک 1000 نفر از اعضای مجاهدین همونجا سال 62 از اینا جدا شدن.